60 days after the Taliban took over the reins of power in Afghanistan, terror has struck Taliban's birthplace and its control center, Kandahar. از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان، داعش چندین عملیات تروریستی در چند منطقه این کشور انجام داده. از انفجار در مسجدی در ولایت قندوز در شمال افغانستان تا انفجار در مسجد شیعیان قندهار در جنوب این کشور. یک ماه بعد از انفجار در مسجد قندهار، طالبان اعلام کرد در درگیری با داعش در مرکز این ولایت 3 عضو داعش کشته شدند و یکی از پناهگاه‌های این گروه تروریستی از بین رفته است. حالا فرمانده امنیت قندهار به ایسنا خبر داده که در درگیری اخیر مدارکی به دست آوردند که البته فعلا نمیتوانند جزئیات آن را به رسانه ها اعلام کنند. داعش شما خوب میدونیم که داعش یک گروه تروریستی است که اونا را سپورت امریکا میکنه. ما که 2 هفته قبل به اونا روبرو شدیم، اون مقاومت کرد و او را ما از بین بردیم. در آینده ما از داعش هیچ نوعی خطری نداریم و کوشش ما هست که اونجا با ما چند چیزا به دستیم آمده، ولی نمیتوانیم که به میدیا شریک کنیم به خاطری که وقتی که او به انجام رسید باز انشالله ما به شما شریک میکنیم. برخی کارشناسان قندهار را یکی از مراکز تجمع داعش میدانند، اما مولا عبدالغفار مسئول امنیت قندهار این نظریه را رد میکند. این که اینجا قندهار مرکز داعش است، این حرف هیچ حقیقتی نداره. ما یک چند ملزمان به نام داعش دستگیر کرده ایم، تا حالا معلوم نشده که اونا 100% داعش است، یعنی از تحت تحقیق است. وقتی که تحقیق پوره شد باز ما به همه میدیا انشالله میگیم که اینا داعش است، ولی ما به الزام گرفتیم اون را. حالا فرمانده امنیت قندهار و یکی از اعضای ارشد طالبان، یعنی گروهی که خود سابقه حملات مختلف را در کارنامه دارد، میگوید طالبان اجازه نخواهد داد چه داعش و چه گروه‌های مشابه آن به همسایگان افغانستان از جمله ایران آسیبی برسانند. موقف ما در مورد داعش است، نه تنها در موقف داعش، در تمام اون گروه ها که به همسایه های ما زیان میرساند ما هیچ نوعی اجازه نمیدیم و اطمینان میدیم به همسایه های خودم، نه تنها ایران که انشالله هیچ یک گروه اینجا پیدا نمیشه که اونا از کشور ما ضرر به همه کشورها برساند.